حالا ببینیم با این میکروفون اینجا باشه چطور میشه. یه سوال پرسیدن راجع به اون جلسه چهارم که روی وب بود، بعضیاتون هم هنوز ندیدین. ببینید، سوال این بود که من یه متغیر دابل دارم A، بعد میگم این هست مثلا 2 به علاوه 3 به علاوه مثلا 6 تقسیم بر 3. خب این محاسبه به شکل عدد صحیح انجام میشه. همیشه یادتون باشه C وقتی یه عبارت رو میبینه، اون عبارت رو با توجه به اطلاعاتی که خود همون عبارت حساب میکنه. بنابراین الان C اصلا کاری نداره با این A مساوی، هیچ کاری نداره این چی هست. خب اول میگه بذار من مشکل خودم رو حل کنم که محاسبه این عبارته. این عبارته رو چطوری مشکلش رو حل کنم؟ خب به تقدم عملیات نگاه کن، به اولویت ها. پرانتز اولویتش از همه چی بیشتره، پس اول پرانتز رو حل میکنیم مشکلش رو، بعد تقسیم بر 3 رو انجام میدیم. حالا پرانتزه میگه چی؟ میگه 2 به علاوه 3 به علاوه 6، که باز خود این 2 به علاوه 3 به علاوه 6 چیه؟ بازم این دوتا علامت به علاوه است، تقدمشون مساویه، بنابراین از چپ به راست انجام میشن. پس اول 2 به علاوه 3 رو میخواد حساب بکنه. 2 چیه؟ عدد صحیحه. 3 هم عدد صحیحه. بنابراین این عمل جمع به صورت عدد صحیح انجام میشه، به جاش میذاره 5. حالا میخواد 5 به علاوه 6 رو حل کنه. بازم اینا عدد صحیح هم، پس میشه 11. حالا پرانتز تموم شد، 11 تقسیم بر 3 رو میخواد انجام بده. باز دوباره نگاه میکنه، هم 11 هم 3 هر دوتا عدد صحیح هست، بنابراین عمل تقسیم به شکل عدد صحیح انجام میشه. اگه من بگم مثلا 11 ممیز، دیگه اوضاع فرق میکنه. اگه من بگم 3 ممیز فرق میکنه، 3 ممیز 3 فرق میکنه، 3 ای 0 فرق میکنه. اینا همه اعداد اعشاری هست، 3 ای 0 یعنی 3 ضرب در 10 به توان 0. ولی وقتی 11 تقسیم بر 3 داریم، این عمل به صورت صحیح انجام میشه که حاصل تقسیم میشه چند؟ میشه 3. یعنی تقسیم اگه اعشاری میکردیم میشد 3 ممیز 6 6 6 6 درسته؟ ولی این تقسیم چون عدد صحیحه، این حاصل میشه 3. حالا که تموم شد، حالا که سمت راست، به سمت راست میگن R value، به سمت چپ که این A مساویه میگن L value، left value. خب حالا که سمت راستمون تموم شد، میگه میخوام A مساویه 3 رو انجام بدم. A از نوع دابله، این طرف از نوع اینتجره. چیکار میکنه؟ میگه اشکال نداره، من اینتجر رو به float تبدیل میکنم که میشه 3 ممیز 0 0 0 0. اینو میریزه توی A. خب همیشه همینطوره. همیشه شما اگه یه عبارتی دارین سمت چپ، یه عبارت دارین سمت راست، اول باید سمت راستتون رو حل بکنین، بعد هرچی هست رو میریزین توی سمت چپی. حالا یه کاری که میتونید توی C بکنید اینه که مثلا متغیرهای A و B و C دارید، میتونید این کار رو بکنید. به جای اینکه بگین A مساوی 3 B مساوی 3 C مساوی 3، میتونید بگین A مساوی B مساوی C مساوی با 3. این کار مجازیه، میتونید اینطوری مقدار دهی اولیه بکنید. حالا سر همین مسائل کاستینگ و اینکه یه فلوت توی مثلا اینتجر قرار میگیره، اینتجر تو فلوت قرار میگیره، یه اتفاقات جالبی میتونه بیفته. مثلا فرض کنیم من اینجا میدم 3 ممیز 2. اگه بدم 3 ممیز 2، همه ای و بی و سی میشن چی؟ 3 ممیز 2. بعد از اینکه من این دستور رو اجرا بکنم، اینا میشن 3 ممیز 2. حالا فرض کنید که من بی رو اینت تعریف کنم، فکر میکنین چی میشه؟ ارور نمیده. اگه بگید بی مساوی 3 ممیز 2، بهتون اختار میده، وارنینگ میده بهتون، میگه حواست باشه تو یه دابله داری میریزی تو اینت، احتمالاً داری دقتتو از دست میدی. ارور نمیده. ولی چه اتفاقی میفته وقتی چند تا مساوی داری؟ خب این مساوی ها رو از راست به چپ انجام میده. اول سی مساوی 3 ممیز 2 رو انجام میده که مقدار C میشه 3 ممیز 2. پس این عبارت ادامه، بذار من اینو کپیش بکنم چون بعدا میخوام تریسش هم بکنم، الان کپی میکنم. خب C مساوی 3 ممیز 2 باعث میشه که C مقدارش بشه 3 ممیز 2 و کل این عبارت C مساوی 3 ممیز 2 تبدیل بشه به 3 ممیز 2. حالا میگیم B مساوی 3 ممیز 2 رو میخوایم انجام بدیم.
چی میشه؟ مقدار B میشه 3 و مقدار این عبارت میشه 3. حالا میگیم A مساوی 3، چیکار میکنه؟ اینتجر رو به فلوت تبدیل میکنه، 3.000. خب بنابراین این جمله غلط اندازه، حواستون باشه، چون شما نگاه میکنین میگین خب A و C که فلوت هن، پس هر دوتاشون میشن 3.2، B اینتجره پس میشه 3. اینطوری نیست، B به اینتجر که تبدیل شد دیگه هرچی که سمت راست بود به اینتجر تبدیل شد، هرچی سمت چپش باشه میشه فلوت. بذارید اگه حرف من باور ندارید F10ش بکنم. میبینیم که وقتی که این خط اجرا میشه F10 میزنم، دیدید A و C شدن 3.000 و 3.2222، B شد 3. حالا میگم اون جلسه 4 رو که نگاه بکنید خیلی من از این بازی ها کردم که عبارت اگه فلوت باشه، نمیدونم متغیره اینت باشه، فلوت باشه، چه اتفاقی میفته، میتونید اونجا ببینید. خب یه نکته ای رو من توی همون جلسه 4 گفتم که تموم نشد. سوال این بود که من وقتی که یه متغیر دابل به اسم A دارم، بعد A رو مقدار دهی اولیه میکنم، مثلا یا 1 بهش میدم یا 2 میدم یا 3 یا یه عددی غیر از اینا، میخوام مقایسش بکنم با این عددهای 1 و 2 و 3. خب این جمله رو تو اون جلسه 4 بهتون گفتم که این جمله از نظر منطقی غلطه. اگه A رو بخوام مقایسه بکنم با 2 یا حتی 2.0000، این اشکال منطقی داره و اونم اینه که عددهای فلوت یا دابل اینا همیشه خطای محاسباتی دارن. وقتی که شما میگید A مساوی 1.0000، کامپایلر اون 1.0 رو تبدیلش میکنه به یه عددی در مبنای 2 با یه تعداد محدودی از رقم ها. بنابراین این عدد ممکنه در واقعیت وقتی که دوباره مبنای 2 رو به 10 تبدیل میکنین بشه 1.99999 یا مثلا بشه 2.0000001. خب پس وقتی که مقایسه میکنید عددا رو، وقتی میخواید ببینید if A 2 مساویه با 2 هست، ممکنه از نظر شما با دقتی که شما در نظر میگیرید این واقعا 2 باشه، مثلا باشه 1.99999999 که از نظر شما 2ه، ولی کامپایلر اینجا بهتون میگه نه، این مساویه با 2 نیست. کنترلی هم روش ندارید. شما مثلا وقتی یه عبارتی رو دارید اینجا، مثلا A رو اول بهش بدید 2، خب بعد با این 1/10000 جمعش میکنید، بعد از 1/100000 و 900000 کمش میدونید که عدد باید همون عدد اولیه بشه دیگه، اگه 2 داشتید این آخرم باید 2 باشه، ولی این اتفاق نمیفته. توی این محاسبات شما خطای محاسباتی دارید، ممکنه مثلا 1/10 تریلیونیوم مثلا اضافه بشه بهش یا کم بشه. بنابراین کاری که میکنیم اینه که اگه میخوایم ببینیم A آیا مساوی با 1 هست یا نه، به جای اینکه بگیم if A 2 مساویه با 1.0000، خب باید ببینیم آیا اختلاف A و 1 از یه عدد خیلی خیلی کوچیکتر هست یا نه. پس میگین if A منهای 1 کوچیکتر از 0.0000001. حالا تعداد صفرهای اینجا بستگی به این داره که شما دقت عملیاتتون چی هست. اگه این کارو بکنین اون وقت A شما اگه شده باشه 1.0000001، هنوز این درست جواب میده. یه اشکالی هنوز داره. چیه اون اشکال؟ اگه محاسبه ما شده باشه 0.99999999 چی؟ این جواب نمیده دیگه. دارید میگین 0.99999 منهای 1 میشه چی؟ منهای 0.0000001 دیگه، درسته؟ که یه عدد منفی میشه و شرطتون درست در میاد، ولی مثلا اگه عددتون باشه 1/10 هم این هنوز درست در میاد، درسته؟ این چیزی نیست که شما میخواستید. شما میخواین اختلاف عددتون با 1 مقدار قدر مطلقش یه مقدار خیلی خیلی کمی بشه. برای این کاری که میکنیم از تابع F ابس استفاده میکنیم. ابس ابسولوت
اسم انگلیسیه برای تابع قد مطلق. F یعنی floating point. یه تابع ABS هم داریم absolute که اون برای نه با اون کاری نشوش. F apps داریم که به صورت float تعریف میکنه. برای اینکه F apps رو بتونید امتحان استفاده بکنید این بالا باید بگید include math.h. حالا برنامه‌تون درست کار میکنه. حالا دیگه اگه ایتون باشه 0.99999 قبوله، به عنوان یک قبولش میکنه. اگه باشه 1.00001 قبولش میکنه. ولی مثلا اگه باشه نیم یا اگه باشه مثلا 1.5 قبول نمیکنه به عنوان عدد یک. پس این یادتون باشه همیشه در مقایسه های دو تا عدد فلوت اگه میخواین ببینید مساوی هستن یا نه دو مساوی استفاده نکنید. حتما اف اپسش رو بگیرید ببینید کوچیکتر از یه عدد خیلی کوچیک هست یا نه. سوالی نیست؟ حالا توی تمرین ها من حالا بهتون یه عالمه تمرین if else و اینا میدم که قشنگ دستتون بیاد که مثلا if و که استفاده میکنیم else و که میچسبونیم بهش که یه جمله رو میاریم بیرون if. بنابراین تو تکلیف حل کردن این if و else براتون خیلی جا میفته. یکی از بحثایی که دفعه پیش میکردیم این بود که حالا اگه من بخوام یه شرطی رو چک بکنم که مثلا فرض کنیم بخوام ببینم آیا عدد من بین 3 و 5 هست یا نه. پس الان فرض کنیم من ازتون بنویسید برنامه‌ش اصلا چرا نمی‌نویسید یه برنامه بنویسید که یه عدد صحیح رو بگیره اگه بین 3 و 5 بود بنویسه بله، در غیر این صورت بنویسه خیر. بسیار ببینید اول بزنید من یه سری اشتباهایی رو که دیدم اینجا براتون بنویسم. مثلا خیلی ها نوشته بودن if a بین 3 و 5. خب این اشتباهه، این کار رو نمیتونید تو سی بکنید. البته خطای دستور زبانی بهتون فکر میکنم نمیده ولی اون کاری که شما میخواین رو انجام نمیده. اینو من توی اون جلسه بعدی که میخوام ضبط بکنم معلوم میشه که چرا. F10 بذارید بکنم. خب مثلا عدد صحیح رو میذاریم مثلا 4. اون ایفه درست در اومد بهتون داره میگه بله، ولی به یه دلیل غلطی درست در اومد. بنابراین چیز نداشته باشیم. پس روی صفحه کنترل F5 زمو کنم، 4 میزنم میگه بله، کنترل F5 10 میزنم بازم میگه بله. پس این هیچی، اینو نمیتونید بنویسید. بعضیا اینطوری نوشته بودن if a بزرگتر از 3 اینطوری. این چرا غلطه؟ پرانتز میخواد نه. این به شما خطای دستور زبانی میده. دیگه چی؟ یه نفری نوشته بود if else if semicolon بعد see out. خب این چرا اشتباهه؟ پس من اگه F7 بکنم به من 3 تا ارور میده. یکی اینجاه که پرانتز لازم داره، یه دونه این else if ایفه یه چیزی میخواد دیگه، یه پرانتز بازبسته ای میخواد. این البته این درست خواهد بود. مثلا من اگه if a بزرگتر از 5 سمیکالن، این درسته. یعنی من مثلا توی شرطم تو ایفش هیچ کاری نکن. خب این درسته، ولی معمولا کسی این کارو نمیکنه. معمولا توی سی یه همچین جمله ای رو ما نمینویسیم. خب یه دست شما از عملگر اند استفاده کرده بودن که من هنوز درس ندادم. اگه اند بلد نباشیم، اگه اند نخونده باشیم، به طور منطقی شما باید فکر کنید که من چطوری این برنامه رو می‌نویسم. ببینید یه عددی، آها یه چیز
اف اپس هم خیلی استفاده کردن، گفته من اف اپس ایمن های مثلا نمیدونم 4 و نیم یا هر چیزی کوچیک‌تر از مثلا 1 اف اپس لازم نیست استفاده بکنید، برای اینکه عدد ما که دابل نیست، عدد ما اینته، من میتونم بگم مساوی. البته اف اپس اگه من های 4 و نیمش کنید بعد مثلا بگید از 1 بزرگتره یا نه، کار میکنه ها، یعنی یه جوری به دابل تبدیلش کردید، از اف اپس استفاده کردید، بعد ببینید فاصله اش بین 0 تا 1 هست یا نه. ولی راه ساده ترش، شما سوال داشتید؟ حالا میگید if a کوچکتر از 3 بود بریز توی b، اگه بزرگتر از 5 بنویس. بله خوبه، این راهاییه که ما باید بهش فکر بکنیم. ببینید من میخواستم بگم الان عدد شما یا کوچکتر از 3 یا بین 3 و 5 یا از 5 بزرگتره، درسته؟ و همه این شرایط رو من میتونم با if else بنویسم دیگه، درسته؟ من میگم اگه کوچیک ای کوچیکتر از 3 بود سی اوت کن خیر، درسته؟ else، حالا که میگم else چیه؟ ای من یا بزرگتر مساوی 3 دیگه، از 3 به هر حال بزرگتره، میگم else if A بزرگتر بود از 5، سی آت چی؟ سی آت بازم خیر، else if بذارم، if نمیخواد دیگه همه حالتهای مختلف رو ما پوشوندیم. پس این برنامه الان درست باید کار بکنه. این خیر رو بذارید بردارم، بذارید کنترل S بزنم، کنترل F5، عدد هم میدم 1 میگه خیر، کنترل F5 میدم 3 میگه بله، کنترل F5 4 میگه بله، کنترل اوپس چیکار کردم، کنترل F5 میدم 6 میگه خیر. پس برنامه درست کار میکنه. حالا آیا این تنها راهیه که من میتونستم بنویسم برنامه رو؟ نه، مثلا من شاید اول میخواستم چک کنم که if a مثلا بزرگتر از 3 هستش مثلا این کارو بکن، اگه کوچیکتر از 5 این کارو بکن، else اون کارو، یعنی میخوام بگم اما اصلا مدل ها ممکنه شما بتونید این برنامه رو بنویسید. کسی سوال نداره راجع به درستی این برنامه؟ بعد نه، سوال خوبیه. میگن اگه به جای اینکه بنویسیم if a کوچیکتر از 3 بنویسیم if 3 بزرگتر از a، هیچ اشکالی نداره، اونم درسته. من نمیدونم چرا وارنینگ بده F7، نه به من وارنینگی نمیده، نمیدونم، اون شاید یه مورد دیگه بوده. آها یه نکته دیگه، بعضیا بزرگتر یا مساوی رو، ببینید بزرگتر یا مساوی اونطوری که ما همینطوری دستی مینویسیم یه خط میذاریم زیر بزرگتر، اینو نذارید، برای که برنامه داریم مینویسیم دیگه، برنامه باید بزرگتر یا مساوی یا اینطوری باشه. حواستون باشه که بزرگتر یا مساوی رو اینطوری نمیشه نوشت، مساوی بزرگتر نداریم، حتما باید اول بزرگتره بیاد بعد مساویه بیاد. ببخشید این پس این کوچیک‌تر است. بذار من اینو سیوش بکنم. اگه بخوام اول شرط بلد رو چک کنم چی؟ اگه بخوام اول چک کنیم که بین 3 و 5 باشه، یه عملگر منطقی هست که به شما این اجازه رو میده. پس توی شرط ها تا الان من فقط بهتون گفتم if یه دونه پرانتز باز، یه شرطی که شرط میتونه باشه یه عبارت دو مساوی یه عبارت، یا یه عبارت کوچیکتر مساوی یه عبارت دیگه و غیره. اینم دقت بکنید، مثلا من میتونم بگم 3 به علاوه b تقسیم بر 2 کوچیکتر از مثلا a منهای 9 درصد 3. اینجا عبارت، هر عبارت مثلا عجیب غریبی میتونه باشه، ولی چیزه به این حالت کلیشه دیگه. حالا کاری که شما میتونید بکنید اینه که شما میتونید یه سری شرط رو با هم دیگه ترکیب بکنید. مثلا من میتونم بگم if a باشه بزرگتر از 3 و دوتا اندی که میزنم، یعنی این دوتا شرط رو با هم ترکیب بکن، a کوچیکتر یا مساوی 5. خب در این صورت بنویس بله،
الس بنویس خیر. پس شرط ما خیلی ساده تر شد اینجا دیگه. پس شما هر شرطی، هر دوتا شرطی رو میتونید با همدیگه اند بکنید، بگید اگه A بزرگتر یا مساوی 3 بود و A کوچکتر یا مساوی 5 بود بنویس بله. بله سوال اینه که کوچکتر یا مساوی که ما میگیم این خودش در عمل دو تا شرطه، یا کوچکتر یا مساوی. آره اون چیز نیست. نکته مهمش اینه که سی وقتی اینو میبینه این به عنوان یه دونه شرط، حالا اون شرط در چه صورتی صحیحه در چه صورتی غلطه، بله یا کوچکتر یا مساوی. شما سوالش حالتی که میذاریم بین 3 و 5 چی کار میکنه که اشتباه میشه؟ تا جلسه بعد ثبت میکنی؟ چون یه خورده پیچیده است، الان میخوام فقط حالت ساده رو بگم. سوال خیلی خوبیه. عملگر اند آیا ما میتونیم دوبار بذاریم؟ بله، شما هر چند تا عملگری که بخواید رو میتونید بذارید. مثلا میگید اگه A بین 3 و 5 بود و مثلا B من مساوی با 0 بود، فقط این کار رو بکن. هر چند تا اندی که میخواید بذارید میتونید اینجا بذارید. حالا اگه بخواید یا بکنید یه سری شرطو، میتونید بگید اگه مثلا آ کوچیکتر از 3 بود یا بزرگتر از 5 بود، اونم باز همین میشه. بذار حالا من قبل از اینکه این تغییراتو بدم سیو بکنم اینو. پس اینو میذارم اسمشو بین 3 و 5 2. یه طور دیگه ای که میتونید این شرط رو بنویسید اینه که عکسش رو بنویسید، بگید اگه A کوچیکتر از 3 بود یا A بزرگتر از 5 بود بنویس خیر، در غیر صورت بنویس بله. این دقیقا همون کار برنامه قبلی رو میکنه. حالا به جای اینکه داخل بازر رو بنویسم بگم A بزرگتر یا مساوی 3، کوچکتر یا مساوی 5 و بکنم این دوتا رو، میتونم بگم اگه A کوچکتر بود از 3 یا اینکه A بزرگتر بود از 5 برای من این کار رو انجام بده. پس اینو اگه کنترل F 5 اش بکنم، مثلا میدم 1 میده خیر، کنترل F 5 3 میگه بله، کنترل F 5 6 میگه خیر. پس درست داره کار میکنه. اینو پس من الان سیوش میکنم به اسم بین 3 و 5 3. سوالی نیست؟ بله. حالا یه سوالی، اگه من بگم if A کوچکتر از 3 یا B بزرگتر از 5 و مثلا C مساویه با 9، این چطوری حساب میشه؟ خب پس قبل از اینکه حالا شما جواب مثلا بخواید کامل توضیح بدید که چیه، فرضتون بر چیه؟ یعنی چه چیزی رو باید توی سی بدونید که این سوال رو بتونید جواب بدید؟ منطق گزاره ها کافی نیست، یه چیز دیگر هم باید بدونید. ترتیب، اولویت عملیات. ببینید یه نفری که سی ندونه خب ممکنه بگه آقا این عبارت اینطوری حساب میشه که اول آیمن های 3 یا بی بزرگتر از 5 حساب میشه، هر کدوم از اینا اگه درست بود این درست حساب میشه، بعد حاصلش اند میشه با این. خب از نظر منطقی حرف درستیه، کسی نمیتونه حرفی علیهش بزنه. باید برگردیم ببینیم توی سی این چطوری حساب شده. همونطوری که اگه من بنویسم A به علاوه B ضرب در 3، اول A به علاوه B حساب نمیشه، اول B ضرب در 3 حساب میشه، همین روابط هم بین یا و منطقی وجود داره. توی سی اول تقدم با اند، بعد تقدم با اوره. پس تو این عبارت اول این حساب میشه،
بعد اوره حساب میشه. اگه بخوام برعکس باشه چیکار میکنیم؟ جاهاشون رو عوض میکنیم؟ نه، جاها عوض کنیم فایده نداره، پرانتز باید بذاریم. من باید بعد یه همچین پرانتزی اینجا بذاریم که نشون بده ما اول حتما ما میخوایم یا انجام بشه بعدن اون انده انجام بشه. به حرف من هیچ وقت اعتماد نکنید، من سی خیلی بلد نیستم. خب بنابراین اگه من بهتون گفتم اند اولویتش بیشتره از یا، برید امتحان کنید، برید امتحان کنید، اگه تونستید مچ منو بگیرید بیاید اینجا بعد من میگم نه من که اینو گفتم، من گفتم نه اتفاقا اور چیزش بیشتره. خب بنابراین تا اونجایی که من یادمه اند اولویتش بیشتر از اور هستش و این اولویت ها رو شما باید یاد بگیرید. برنامه که می‌نویسید یاد می‌گیرید اینا رو، انقدر استفاده می‌کنید، انقدر باید برگردید کتابو نگاه بکنید که دیگه کم کم حفظ میشید. ولی بد نیست مثلا جدول اولویت عملیات رو هر از چند گاهی نگاه بکنید. یه دونه عملگر منطقی دیگه هم وجود داره و اون عملگر منطقی ناته، نقیض. من میتونم به جای اینکه بنویسم if a بزرگتر یا مساوی 3 بنویسم if not a کوچکتر از 3. میگم برای اینا معمولا ایده خوبی هست که آدم تا میتونه پرانتز بذاره، مثلا مطمئنید که اند اولویتش بیشتر از یاه. خب ولی با این حال پرانتز بذارید که به کسی که میخونه در جا نشون بدید آها منظور من این بوده، منظور من بوده که اول انده انجام بشه بعد یا انجام بشه. و من از پرانتز زیادی گذاشتن نترسید، اشکالی نداره پرانتز اگه زیادتر بذارید. سوالی نیست؟ در مورد سوال اینه، در مورد عملگر مقایسه‌ای که اولویتشون یکسانه آیا از راست به چپ حساب میشه یا از چپ به راست؟ اینم میگم باز باید بذارید به اون جلسه که من میخوام بگم. یعنی یه ارتباطی با این داره که عملگرای شرطی واقعا از نظر سی یه چیزی مثل جمع و ضرب و تقسیمن، برای سی اینا هیچ فرقی ندارن، به عدد تبدیلشون میکنه. ولی میگم این آن جزئیاتیه که بذارید جلسه بعدی. خب سوالی نیست تا اینجا؟ پس میتونین حس بزنین که یه سری از if else رو میشه با عملگرهای منطقی کوتاه‌ترشون کرد، مثل همون مثالی که من گفتم عدد بین 3 و 5 باشه، یه اند بذارید خیالتون رو راحت میکنه و شرطتون راحت‌تر برقرار میشه. حالا تا اینجا با برنامه هایی که نوشتیم کارهای خیلی ساده‌ای میکردن که if داشتن، else داشتن و غیره. حالا تو این جلسه ما میخوام حلقه رو بخونیم. اگه من یک کار رو بخوام چند بار تکرار بکنم، مثلا 10 بار بنویسم سلام، چی کار بکنم؟ قبل از اینکه اون کار رو بکنیم یه تمرین میخوام بنویسید که دو تا عدد صحیح رو بگیره. در حقیقت این اصلا بذارین کویزش کنیم، اینو به من پس بدید. اسماتون رو بنویسید روی کاغذ تمیز، اسما رو بنویسید، شماره دانشجویتون رو بنویسید، صورت مسئله اینه دو تا عدد صحیح A و B رو بگیره، نسبتشون رو به شکل اعشاری بنویسه. منتها میخوام همیشه این نسبت بزرگتر از یک باشه. بنابراین اگه من بهش بدم 3 و 5 باید 5 سوم اعشاری رو برای من بنویسه. خب اگه بدم مثلا 6 و 10 باید 10 شیشمو به صورت اعشاری. همیشه عدد بزرگه تقسیم بر عدد کوچیکه. پس عددهای صحیح، دو تا عدد صحیح میگیره، نسبتشون به شکل اعشاری رو مینویسه و این نسبت هم همیشه باید بزرگتر یا مساوی 1 باشه. حالا فرض کنین عدد منفی هم نیست، عدد مثبت.